سلام همه دوستای عزیزم، حسن غفاری هستم با یک آموزش دیگه. امروز میخوام درباره یک مطلب خیلی کاربردی صحبت کنم. گاهی اوقات پیش میاد ما میخوایم توی شبکه‌مون یک اطلاعاتی از یک هاست به دست بیاریم، مثلا IP اون کامپیوتر رو میدونیم یا مثلا هاست نیمش رو میدونیم، میخوایم بقیه اطلاعاتش رو نسبت به اون کامپیوتر به دست بیاریم، مثل مک آدرس، مثل اصطلاحاً تو شبکه آن آف یا هر چیزی. برای این کار از چی استفاده کنیم؟ چه چیزی این اختیار رو به ما میده؟ یک نرم افزار است به اسم Advanced IP Scanner که من اینجا دارم. به محض اینکه این رو ران میکنیم، من مستقیم رانش میکنم و این اینستالیشن رو انجام نمیدم. ازتون میپرسه که دقیقا میخوان چه شبکه ای رو مورد پیمایش قرار بدید. ببینید تمام شبکه هایی که من دارم رو شناسایی کرد و میخواد روی همه شون پیمایش انجام بده. من میگم همه اینا رو نمیخوام، من میخوام فقط 172.16.1.1 تا 254 رو برای من پیدا کنید و اسکن رو شروع میکنم. میره کل شبکه رو پیمایش میکنه و میبینه که توی سطح شبکه چه دستگاه هایی فعال هستن و دارن کار میکنن. دونه دونه رو پیدا میکنه، کارت شبکهشون رو شناسایی میکنن، مدل کارت شبکه رو به دست میاره، اگر سیستم باشن، اگر پرینتر باشن و هر دستگاه دیگه ای، اون رو کامل برای شما نمایان میکنه. خب اسکن انجام شد. ببینید زمانی که این فلش رو میزنم به من میگه که دقیقاً Powered ARG Telecommunication Company و یه سری اطلاعات عمومی. و اینجا هم ببینید تمام مواردی که اینجا وجود داره. ببینید این چند تا گزینه توی سیستم من شیر شده و حتی شیرینگ من هم داره نشون میده، علاوه بر اینکه IP اسلام منیفکچر و مک آدرس رو برای من نمایش میده. حالا من با کلید راست انجام دادم میتونم مثلا بگم اکسپلورش کنه. بذارید این گزینه، ببینید دقیقا اون سیستم رو برای من اکسپلور میکنه. چرا؟ چون شیرینگ انجام شده و اطلاعاتش قابل دسترسه. بعد من میام از سمت دیگه، ببینید فول کنترل، ویو اونلی، تل نت، یه سری اطلاعات، شات داون، چت یا هر چیز دیگه‌ای که ما نیاز داشته باشیم رو در اختیار ما قرار میده. ببینید پینگ، تریس، RT، تل نت، SSH، HTTP، HTTPS و یه سری موارد دیگه. میتونیم هر کدوم از این موارد رو کپی کنیم، مثلا شیف فولدر، پرینتر یا نیم و IP و منیفکچر رو، مک آدرسش رو ری اسکن میتونیم انجام بدیم، سیوزش میتونیم بکنیم، از تو فیوریت میتونیم داشته باشیم، یه جا نگهش داریم و رینیم، ادیت کامنت و یه سری چیزهای ادوانس، ویک آن لند، شات داون، بورد شات داون و یه سری مواردی و همچین. خب اون مواردی هم که اصطلاحاً فیوریتیش میکنیم یا توی این لیست قرار میگیره. و یکی از موارد خوب این نرم‌افزار اینه که شما به زبان فارسی هم میتونید ازش استفاده کنید و تقریباً همه چیز رو در اختیار ما قرار داده. امیدوارم از این آموزش نهایت استفاده رو ببرید و دیگه مجبور نشید تا پای کامپیوترها برید. بزرگترین آرزویی که میشه کرد. پس نم.